برای بررسی بیشتر این خبر همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ما هستش. اشکان، جزئیات رو از تو بشنویم. بله، خب گادی آیزنکوت که در سال 2015 رئیس اتحاد کل ارتش اسرائیل بود و الان نماینده کنست هست، دیروز در یک کنفرانسی در مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل در دانشگاه تل‌آویو صحبت می کرد. او گفت که اسرائیل در سال 2015 به درخواست یک کشور ثالث که او اسمش رو نگفت حملات گسترده‌ای رو علیه داعش انجام داد. نگفت که این حملات هم البته در کجا بوده، ولی این رو گفت که حملات فقط در یک کشور نبوده، یعنی اینکه فقط محدود به صحرای سینا نمیشد. اون گزارشی که قبلا ما از نیویورک تایمز داریم، گفت که بخش عمده این حملات در واقع بدون اینکه مشخص به بدون اینکه در واقع کشف بشه انجام شد، اما به گفته او خود داعش میدونه که چه ضربه‌ای خورده و چرا که در این حملات صدها نفر از اعضای اون کشته و زخمی شدن. گفت کشورهای زیادی نیستند که این توانایی رو داشته باشند که هدفی به اندازه یک در واقع تریبون رو از فاصله 1000 کیلومتری با دقت بزنن، اما اسرائیل این کار رو کرد. گفت که دشمنان اسرائیل و همچنین ایالات متحده و روسیه هم شاهد این عملیات بودند. به گفته آیزنکوت چندین بخش از ارتش اسرائیل در این حملات دخیل بودند، از جمله رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، نیروی هوایی ارتش اسرائیل، نیروهای ویژه اسرائیل و همچنین واحد روابط خارجی اسرائیل. اما طوری که گفتی 5 سال پیش بود که نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد و در اون اشاره کرد به نقش اسرائیل در هدف قرار دادن داعش در صحرای سینا. سال پیش هم داعش اسرائیل رو متهم کرد که در کشتن یکی از رهبران منطقه‌ای این گروه باز هم در صحرای سینا نقش داشته. علاوه بر اینها باید گفت که در همون سال 2015، اواخر سال 2015، یک روزنامه نگار آلمانی به اسم یورگن تودنهافر 10 روز رو در کنار جنگجویان داعش در عراق و سوریه گذروند. وقتی که او در واقع برگشت به اروپا، یک مصاحبه‌ای داشت با یکی از رسانه‌ها و در اونجا گفت که جنگجویان داعش به او گفتند که فقط در خاورمیانه از یک کشور به شدت هراس دارند و اون هم اسرائیل هست.